رئیس شورای علمای شیعیان پاکستان گفت نهادها و اداراتی که شهروندان را بدون دلیل و مدرک میربایند و آنان را زندانی میکنند خلاف آیات قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله عمل کردند. وی در پیامی خواستار آزادی شهروندان روبوده شده پاکستان و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده شد. رئیس شورای علمای شیعیان پاکستان با بیان اینکه بازداشت بدون دلیل و مدرک و یا روبوده شدن آنان علاوه بر توهین به کرامت انسانی، ارزش‌های بشری، خلاف قانون ملی، بین المللی و حقوق بشر است گفت خدای متعال نعمت آزادی را به انسانها ارزانی داشته است و از این لحاظ بدون دلیل کسی نمیتواند این آزادی را از آنان سلب کند و اگر افرادی هم مشکوک به انجام جرم باشند باید از راه محاکمه عادلانه مجازات شوند. ایشان با تاکید به اینکه قرآن کریم آدمها را عزت، عظمت، کرامت و شرف عطا کرده است، از این حیث زندانی کردن آنان توهین به بعد انسانی آنهاست ابراز داشت. نهادها و اداراتی که شهروندان را بدون دلیل و مدرک میربایند و آنان را زندانی میکنند خلاف آیات قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله عمل کرده اند و این عمل کرد مخالف خاستگاه دولت اسلامی در پاکستان است. وی اخبار روبوده شدن و بازداشت شهروندان به ویژه شیعیان پاکستان را به شدت نگران کننده دانست و تصریح کرد کشیده شدن قضیه ربایش شهروندان از سطح ملی و شهری به سطح بین الملل موجب نگرانی شدید شده است. از این لحاظ سازمان ملل و نهادهای بین المللی به جای اکتفا کردن به بیانیه ها و یادداشت ها باید اقدامات عملی نیز انجام دهند تا جلوی این اعمال شنیع و مخالف کرامت انسانی گرفته شود و خانواده ها با آرامش زندگی کنند.